به نام خدا با سلام خدمت شما مخاطبین گرامی به قسمت دوم از فصل سوم سری برنامه های پرسش و پاسخ خوش آمدیم سوال این برنامه رو خدمت شما ارز می کنیم. چه اثرات وضعی در دنیا و چه مجازات هایی در آخرت گریبانگیر بانوان بیهجاب خواهد بود؟ پاسخ این سوال رو دکتر مجید شیخ الاسلام بیان می دارند. بسم الله الرحمن الرحیم هجاب یکی از واجبات مهم و ضروری دین اسلام هست و اگر کسی اون رو رعایت نکنه مرتکب یک گناه شده و گناه هم طبعا آثاری داره آثار اجتماعی، فردی، دنیاوی، اخروی، جسمی، روحی یکی از آثار گناه این گناه بیهجابی این است که کسی که مرتکب گناه میشه طبعا داره خدا رو نافرمانی میکنه اسیان میکنه و کسی که دستور خدا رو سرپیچی بکنه داره از خدا کم کم دور میشه و دور شدن از خداوند هم است با اضطراب عدم آرامش افسردگی بخاطر چی؟ بخاطر به خاطر چی به خاطر اینکه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب ما انسان ها از خدا هستیم خدا ما رو خلق کرده خدا داره ما رو روزی میده و هرچی از خدا دورتر بشیم اون آرامش رو بیشتر از دست میدیم به همین خاطر میبینیم در جوامعی که پیشرفته هم هستند خب امکانات زیادی دارند فناوری دارند ولی چون از خدا دور شدند اضطراب و افسردگی و استرس و خودکشی در اونها آمارش بالاست این نکته اول اثر دوم این که اون خانمی که هجاب رو رعایت نمیکنه خودش رو در معرض سوء استفاده مردان هوسران و بیمار دل قرار داده خداوند در سوره احزاب آیه 32 میفرماید که فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض یعنی وقتی یک خانم میخواد صحبت بکنه حتی در نحوه صحبت کردن هم باید مواظب باشه که نازک و با ادا و عشوه صحبت نکنه تا در نتیجه افراد بیماردل در او طمع بکنن و همچنین در آیه 59 سوره مبارکه احزاب میفرماید ای پیغمبر به همسرانت به دخترانت و به زنان مؤمن بگو که هجابشون رعایت کنن لباسهاشون رو بپوشن چادر رو بپوشن برای چی ذالک ادنا ان یعرفن فلا این براشون بهتره که شناخته بشن معلوم بشه که اینها در جامعه یک بانوان با هجاب با حیا با افاف هستند محترم هستند و مورد اذیت قرار نگیرند خب این کلیپ ها رو همه حتما دیدید که یک خانم هم در ایران ضبط شده هم در خارج حتی کشورهای بیدین هم حتی ضبط شده که یک خانمی با دو نوع هجاب با دو سه نوع پوشش میره بیرون وقتی که پوشیده هست پوششش مناسب هست کمتر مورد آزار و اذیت قرار میگیره ولی وقتی پوششش نامناسب باشه بیشتر افراد به او اذیت میکنند متلک میگن و این طبیعیه در واقع به تجربه هم همون آیه قرآن که خداوند میفرماید به تجربه هم ثابت شده اثر سوم این است که خانومی که هجاب رو رعایت نمیکنه در واقع داره کمک میکنه به گناه دیگران خداوند میفرماید ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ای مردم همدیگر رو بر گناه کمک نکنید وقتی که خانمی حجابش رو رعایت نمیکنه در واقع کمک میکنه و مقدمه گناه دیگران را داره فراهم میکنه و این خودش یک گناه مضاعفی است و آخرین موردی که میخوام خدمتون عرض بکنم مسئله عقاب در روز قیامت هست بالاخره هر گناهی در روز قیامت بدون جواب و بدون پاداش باقی نمیماند خداوند وعده داده ما مسلمون هستیم ما اعتقاد به قیامت داریم ما اعتقاد به بهشت و جهنم داریم روایتی هست مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه در کتاب عیون و اخبار رضا از امام رضا علیه السلام که از پدران بزرگوارشون نقل میکنند از پیامبر اکرم که اون حضرت فرمودند در اون شبی که به معراج رفته بودم به آسمان ها رفته بودم دیدم برخی از زنان امتم رو که دارند عذاب می شوند. یکی از اونها بانویی بود که با موهای سر آویزان بود و مغز سرش می جوشید. این بانویی بود که موی خودش را از نامحرم نمی پوشن. اینها واقعیاتی است که در روایات ما بیان شده و ما اعتقاد داریم و امیدواریم که انشالله همه بانوان مسلمان با رعایت حیا افاف و حجاب باعث بشن که ما یک جامعه سالم جامعه با حیا و با افاف داشته باشیم انشاالله.